عامل اصلی منازعه نظام های سیاسی است که قدرت را به طور متمرکز در اختیار یک گروه و یک شخص قرار می دهد و در نتیجه بخش زیادی از مردم و نیروهای سیاسی از قدرت محروم می شوند. نظام سیاسی فعلی افغانستان ریاستی متمرکز است که در آن شخص رئیس جمهور همزمان رئیس قوه اجرایی و رئیس دولت است. منتقدین نظام فعلی بر این باورند که رئیس جمهور فراتر از شاهان قبلی قدرت دارد. با این حال پس از نزدیک به 2 دهه تجربه نظام ریاستی متمرکز، اکنون هم طالبان مخالفین نظام هستند و هم در داخل نظام نقدهای جدی بر کارکرد آن مطرح است. در این گفتگو مشخصا روی نظام ریاستی متمرکز، دلایل و چگونگی این نوع ساختار توزیع قدرت در افغانستان و نسبت این ساختار با منازعه و شکاف‌های قومی بحث خواهیم کرد. مهمانان من در این گفتگو دکتر مجیب الرحمن رحیمی، مشاور شورای عالی مصالحه ملی و دکتر شیرجان احمدزی، رئیس مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکا هستند. مهمانان عزیز، به این گفتگو خوش آمدید. به عنوان اولین پرسش گفتگو را شروع میکنیم با آقای احمدزی. آقای احمدزی، چه عوامل و دلایلی باعث شد که در کنفرانس بن و پس از آن در جریان تصویب قانون اساسی فعلی نخبگان سیاسی افغانستان نظام ریاستی متمرکز را برگزیدند؟ تشکر، سلامت باشید. من فکر کنم قرار معلومات تاریخی که از پروسه بن داریم، بنابر انرژی که در افغانستان حاکم بود از زمان سقوط حکومت دکتر نجیب الله و تا زمان سقوط حکومت طالبان، شاید ایجاب میکرد که سیستم در افغانستان رایج شود تا ملک توافی که در افغانستان رایج بود که طالبان هم خلاف از او کار کرده بودن و جهاد اعلان کرده بودن، او از بین برد و ضرورت بود که یک تمرکز قدرت بالخصوص خدمات در یک ساحه افغانستان به شکل حکومت مرکزی باشد. و چون در اوراق و در قانون حمایت از سیستم که ریاستی باشه شده بود، اما در اصلش حکومت افغانستان در آن زمان هم ائتلافی بود و از چند گروه های مختلف سیاسی که نمایندگی از تمام اقشار افغانستان می کرد ساخته شده بود، که گروه های سیاسی متشکل از تمام گروه های جهادی بود، گروه های غیر جهادی بود، جامعه مدنی بود. و اگر ببینیم تشکیل و ترکیب حکومت موقت و تشکیل و ترکیب حکومت انتقالی و بعد جمهوری اسلامی افغانستان ببینیم، تمام اقشار افغانستان، تمام ولایت افغانستان، تمام مردم افغانستان با گونه های مختلف نمایندگی داشتند. اگر در اول گفتگو شما ذکر کردید در افغانستان حکومت تک محوری یا تحت ریاست حکومت ریاست رئیس جمهور بود، در اصلش اگر ببینیم تمام حکومت های افغانستان در 40 سال گذشته به شکل یا اشکال ائتلافی بودن، متشکل از احزاب و گروه های مختلف سیاسی بودن. و در ضمنش این کارهای احزاب و گروهی که متشکل حکومت ساخته بودن متأسفانه سایه جنگ بود. اکثر افغانستان در نزاع بستر می برد، تمام مردم افغانستان داخل افغانستان نبودن، مهاجر بودن. اوضاعی که مساعده که بر پیشرفت و امور کاری حکومت خوب باشه که مردم خدمت رعایت کنه مساعد نبود. اکثر اوقات حکومت ها مصروف به جنگ و جدال با جوانب دیگر بودن، چی در جنگ های داخلی بود و یا چی در جنگ های خارجی با طالبان. پروسه بن هم بعد از انارشی که طالبان ایجاد کرده بودن و قبل از او در زمان مجاهدین در خانه جنگی داخل بود، فکر کنم زایده شد و ضرورت احساس می شد که یک حکومت باشد که تحت چتر از او تمام اقشار افغانستان یک جا تحت یک رأس قماندانی از طرف رئیس جمهور و هر کسی که باشه کلان اداره ایجاد شود، تا تمام مشکلات فعلی که شاید از نبود آن حکومت به جا بیاره، مثل که مصالحه زندگیش بود ملک توافی، مثلا مثال کوچک شهر کابل بود که هر کوچه و هر ناحیه کابل یک رئیس داشت و یک حاکم داشت. و افغانستان با ساحات مختلف متاسفانه عملا تجه شده بود که حکومت مرکزی هیچ رول نقش نداشت و آسیب پذیر تمام مردم افغانستان بود، نه تنها یک قشر، یک گروه یا یک منطقه بود. متاسفانه کمی و کاشتی های زیاد داشت پروسه بن، که متاسفانه آل ما نتایجش میبینیم که با خواسته های مردم افغانستان نیستن. و یک بحث علیده ای است که آیا حکومت متمرکز با
ضرورت مردم افغانستان رسیدگی کرده میتونه یعنی، اما به اساس مصلحت های سیاسی آن زمان فکر کنم حکومت مرکزی که فعلا یک نمونه چه دارم ایجاد شده بود، صلاحیتشان از شخص رئیس جمهور میگیره. به این خاطر من در مقدمه به این مسئله اشاره کردم. سوال دوم را از آقای رحیمی میپرسیم. در جریان تصویب قانون اساسی فعلی یک از طرفهای قدرتمند و تاثیرگذار جبهه شمال به رهبری مارشال فهیم بود. جبهه شمال خواهان نظام غیر متمرکز پارلمانی بودند. چه باعث شد که به نفع ریاستی متمرکز کنار رفتند؟ با عرض سلام خدمت شما مهمان برنامه و همچنان بینندگان این بحث، در اون مرحله تاریخی همونطوری که آقای احمدزی اشاره کردن یک ذهنیتی شکل گرفته بود که برای پایان بخشیدن به قدرت‌های محلی در سراسر افغانستان نیاز به یک حکومت مقتدر مرکزی از هر زمان دیگه بیشتر است. در جبهه متحد شمال که شما از اون نام بردین و در وقت هم جریان قدرتمندی در معادلات سیاسی افغانستان بودن، طرفداری از حکومت مقتدر مرکزی بیشتر بود تا از یک نظام غیر متمرکز. شخص آقای مارشال فهیم و دیگر رهبران جریان از یک نظام متمرکز حمایت میکردن، به استثنای تعداد محدودی که در جریان بحث‌ها از یک نظام صدارتی دفاع کردن. من تا جایی که مطالعه دارم و به بحث‌های تدوین قانون اساسی و شکلگیری نظام در مرحله پرداختم، به این نتیجه رسیدم که کمیسیون اولی که برای تدوین قانون اساسی افغانستان تعیین شده بود، با توجه به گذشته تاریخی افغانستان و تجربه هایی که در افغانستان وجود داشت، نوع نظام شبه ریاستی را برای افغانستان پیشنهاد کرده بودند. تقریبا نسخه برداری نظام فرانسوی که در گذشته هم در افغانستان تجربه شده بود. رئیس جمهور و همچنان صدر اعظم و همی ساختاری که در تعریف یک نظام شبه ریاستی می گنجد. کمیسیون بعدی هم که کمیسیون تصویب قانون اساسی بود و این بحث را خوبنای بیشتر بخشیدن، اونا هم در طرح خود یک نظام شبه ریاستی را مورد تایید قرار دادن و در آخرین مراحل وقتی که طرح خود برای رئیس جمهور کرزی و آقای مارشال مرحوم مارشال فهیم مطرح کردن، در اونجا با این طرح مخالفت صورت گرفت و چهرهای سیاسی به خصوص آقای کرزی و همکارای نزدیکشون اونا تلاش کردن که نظام باید به عنوان یک پیراهن و قد و اندام از اونا باید قیچی کاری شود و کمیسیون ادعای دادن که شما برگردین و یک نظام ریاستی را با حذف صدارت پیشنهاد بکنید. فکر میکنم آقای کرزی پرسیده بود که مجلس کابینه را در چنین ساختار رئیس جمهور ریاست میکنه یا صدر اعظم. گفته بودن که صدر اعظم گفته بود خب وقت باز صلاحیت رئیس جمهور چه میشه. به او اساس یک تصمیم غیر واقعی بینانه بدون در نظر داشت تجربه تاریخی افغانستان و واقعیت های جامعه اتخاذ کردید و در آخرین مرحله سران قدرت پیشنهاد کمیسیون را تغییر دادن و ما همین نظام فعلی را در نتیجه تصمیم داریم. بسیار از نویسندگان به طور مثال آقای توماس بارفیلد اینا این جریان را وقتی مستند کردن نوشتن، گفتن که در واقع او پیشنهادی که او طرحی را که کمیسیون های تصویب و تصویب قانون اساسی اینا تهیه کرده بودند در آخر اصلا گم شد. یک طرح جدید در واقع پیشنویس جدید قانون اساسی در آخرین روزها به لوی جرگه ارائه شد که حتی نقل قول ها برداشته نشده بود و در خیلی موارد مثلا نقل قول شده بود به جای رئیس جمهور ارجاع بده به شاه ارجاع داده شده بود و این طرح در واقع این پیشنویس قانون اساسی از طرف لوی جرگه تصویب شد. چگونه جبهه شمال که او زمان در واقع اوضاع را مدیریت میکرد از پیش چشمشان این گونه مثلا او پیشنویسی که کمیسیون ها رویشان کار کرده بود رو بوده شد؟
من فکر میکنم که در توافق با رهبری جبهه شمالی کار صورت گرفت. همونطوری که من خدمت شما گفتم، در مصاحبه هایی که من با اعضایی کمیسیون دوم داشتم در جریان تحقیق روی پایان‌نامه ماستریم، اونا گفتن که ما در یک جلسه در ارگ ریاست جمهوری حضور پیدا کردیم که آقای کرزی، مرحوم مارشال فهیم، اعضای کابینه حضور داشتن و ما متن، آخرین متن را به قرائت گرفتیم و بعد از خواندن متن یگانه کسی که با ساختار نظام مخالفت کرد آقای محمد یونس قانونی بود که از مجلس بیرون شد و دیگه بقیه اعضای مجلس پیشنهاد و طرح آقای کرزی پذیرفتن و به او اساس همین طرح مورد قبول واقع شد. دلیل و انگیزه این تصمیم را شاید در کتابی هم که نوشتم و بحث گرفتم، بیشتر ناآگاهی و عدم آشنایی رهبران افغانستان در اون مرحله خاص با نوعیت نظام و ساختار نظام میدانم. یک جریانی که در یک جبهه محدود درگیر جنگ و نبرد بود، یک بار با حوادث 11 سپتامبر وارد معاملات کلانتری شد و در اون مرحله طبعا آشنایی با نوعیت نظام، چگونه نظام برای کشور مانند افغانستان مناسب و خوب است، آشنایی خوبی نداشتن و در این تعاملات نتیجان چی شد که ما فعلا در اختیار داریم و طبعا مشکلات خود در جامعه افغانستان داریم. درست. آقای احمد زی، شما همونطور که اشاره کردین این نظام به هدفی در واقع انتخاب شد که به ملوک الطوایفی و جزیره های قدرتی که جداگانه شکل گرفته بود پایان بده. منتقدین نظام ریاستی متمرکز معتقدند که نظام سیاسی فعلی در امر مدیریت قدرت، جلوگیری از منازعه شورش و فساد، تحکیم وحدت ملی و مسائل اساسی دیگر در افغانستان ناکام بوده. با این حال، با این همه ناکامی، دلیل تمایل و تمرکز قدرت بیشتر چیست؟ چرا باز هم تأکید میشه که قدرت متمرکزتر از این که هست شود؟ تشکر. ما فکر میکنم دو بحث جداگانه ای را شما اشاره کرد. یکی غیر متمرکز بودن فیصله های سیاسی در کشور و دوم غیر متمرکز بودن خدمات اداری حکومت که بالخصوص مردم عادی هر روز به او روبرو هستند، که خدمات ملکی است و یک شخصی در یک قریه دوردست افغانستان چطور از خدمات حکومتی مستفید شود. شاید یکی از دلایل بزرگ از نارضایتی مردم افغانستان در قرات و محلات دوردست افغانستان باشد که از حکومت ناراضی هستند و با مخالفین حکومت از اونها حمایت میکنند. این دو بحث جداگانه است. یکی اگر بحث تکنیکی از بپذیریم، ببینیم هدف ما از داشتن سیستم متمرکز و غیر متمرکز چی است؟ آیا هدف ما از شریک ساختن و تقسیم قدرت میان نخبگان سیاسی افغانستان است و یا ارائه خدمات به مردم افغانستان است؟ متاسفانه در مثل که جناب دکتر سمیم ذکر کردن، در 20 سال گذشته با آغاز پروسه بن ما قدرت از دیدگاه نخبگان سیاسی دیده بودیم و تقسیم قدرت از او نگاه انجام شد در بن و همچنان بعد از او در کابل طریق کمیسیون قانون اساسی و بعدا قانون اساسی از طریق لویه جرگه تقریبا بیشتر از 400 نفر در او موجوده، تمام مردم افغانستان موجودن، تصویب شد، پروسه طی شد. فعلا مشاجره ای موجود است که چرا حکومت یا رئیس جمهور تمام قدرت در دست دارد، بالخصوص وقتی ما فکر میکنیم خدمات ملکی و خدمات که مردم ارائه شده است. بحث تکنیکی است. اگر هدف ما است که مردم افغانستان در رفاه زندگی و مشکلات محلیشان در محلشان حل شود، باید ببینیم که آیا کدام نظام بر ما مفیدتر ثابت بشه. آیا قدرت یا اجرای عملیات حکومتی به دست وزارت یا رئیس حکومت باشه و یا ولسوال و والی قدرت داشته باشه تا از مشکل مردم خود با خبر داشته باشه و مشکل مردم در محلشان حل کنه. یک بحث تکنیکی هست که فکر کنم مطالعه عمیقی را ایجاب میکنه و ببینیم که آیا ما توانه زیر داریم که سیستم حکومت داره افغانستان و بالخصوص خدمات ملکی را به مردم خود به شکل برسانیم که تا مشکلات چند محل ذکر حل شود، نه اینکه یک
آدم غریب از قره دور به کابل بیا، مشکلش کابل باید حل شود. این نمایندگی میکنه از جزیره قدرت در داخل کابل و متمرکز کردن تمام قدرت حکومتی در داخل کابل که شاید در بعضی از ابعاد قابل پذیرش نباشد. اما دعوای فعلی زمامداران حکومت فعلی ای است، اما شکل تاریخی که اینا در ذهن دارن ای است که ملوک طوایفی که شما هم ذکر کردین و جزیره های قدرت مختلفی که بود از او جلوگیری صورت بگیرد. فعلا ما باز هم در این سال گذشته تا به حال ما دچار همین مشکلات هستیم. اگر جمعواری مالیات باشد و ارائه خدمات باشد ما این مشکل داریم. فعلا اگر با گفته های رئیس جمهوری فعلی ما ببینیم که 50% عواید حکومتی دزدی میشد، این خودش معنی زیر دارد که حکومت مرکزی توانه زیر ندارد که این حالت کنترل کنه، یا جزایر قدرت موجود است که باید از بین برده شود تا تمام مالیات به دست یک حکومت واحد و بعدا تمام مردم شریک بشند، و یا که مشکل دیگری است. فکر کنم هدف ما باید واضح باشه. اگر ما بخوایم که خدمات به مردم برسانیم، طرح و دیدها و دیدگاه های مختلفی وجود داره از مطالعات علمی که در دنیا فعلا و مثال های عمده که موجود است چطور میتونیم حکومت غیر متمرکز کنیم. هدف ما این باشه که ارائه خدمت به مردم آسان تر شود. طرح ها و مطالعات بسیار زیاد موجود داره که از استفاده کرده میتونیم و در افغانستان تطبیق کنیم. باید در ذهن داشته باشیم که تمام نسخه هایی که در سایر جهان استفاده شده شاید در افغانستان قابل تطبیق نباشه. اولا ما ضرورت مردم افغانستان باید درک که ضرورت ما چی است، بدون از اینکه شعارهای نخبگان سیاسی رو ما ببینیم که اونا از لحاظ داشتن قدرت میخواهند که یک نظام غیر متمرکز یا متمرکز داشته باشن. دقیقاً پرسش ما هم همین بود که آیا نیاز امروز مردم افغانستان و در واقع سیستم سیاسی افغانستان به نظر شما متمرکز کردن بیشتر از این وضعیت است؟ اگر ما ببینیم که قانون اساسی فعلی افغانستان در 20 سال گذشته به شکل اصلیش تطبیق شده، یعنی بطور مثال ما در قانون اساسی داریم که ولسوال‌ها باید انتخابی باشند یا شهروال‌ها باید انتخابی باشند، و هدف از این انتخابات سطح شهروالی و سطح ولسوالی امی بود که خدمات به مردم در محلشان ارائه شود. اگر هر 20 سال بعد ما یک نظام جدید را برای افغانستان معرفی کنیم، متاسفانه افغانستان با یک لابراتوار تجربه‌گاه مختلف تبدیل خواهد شد. ما فکر ما اگر بگذاریم با وجود کاستی هایی که در قانون اساسی بسیار است، اگر بگذاریم تمام قوانینی که مرواج فعلی رو به شکل اصلی تطبیق بتانیم، بعد از او را ارزیابی کنیم که کدام مرحلهش قابل تجربه نیست و یا مفید نیست، او را میتونیم دور کنیم از قانون اساسی بر اساس مراحلی که قانون اساسی پیشنهاد کرده. مراحل زیاد است، پروسه های زیاد است که با ما پیشنهاد کرده، چطور میتونیم ما ماده های مختلف دور کنیم یا از نو بسازیم. متاسفانه فعلا در 20 سال گذشته حکومت های مرکزی افغانستان، حکومت های افغانستان قادر نشدن که تمام ماده های قانون اساسی رو به شکل اصلیش عملی کنن، که دلایل مختلف داره. یک دلیلش جنگ است، جنگ با طالبا و جنگ با گروه های دیگر در افغانستان هستن، حضور گروه های مختلف در افغانستان. دیگر مخالفت های اساسی بین نخبگان سیاسی که در کابل هستن که نگذاشته قانون اساسی به شکل اصلیش تطبیق شده، شفافیت از بین رفته متاسفانه، و این ملامتی و مسئولیت به تمام دوش تمام نخبگان سیاسی افغانستان میره، نه با یک گروه مشخص و نه با شخص مشخص. قراره که دکتر صاحب قبلا ذکر کرد، نظام ریاستی را تمام گروه های نخبگان سیاسی در افغانستان حمایت کرده بودند، بنابر هر دلیلی که بود اونا بهتر میدانند. اما امی قانون اساسی که فعلا دارن و هیچ وقت به شکل اصلیش عملی نشده. وقتی که چیز عملی نشده باشد ما چطور ببینیم که یا کار میده یا نمیده؟ درست. آقای رحیمی، شما در دو کتابتان منتقد نظام ریاستی متمرکز هستید، اما طور که آقای احمدزه اشاره کردن، خب گفتن یک از دلایل ایه که قانون اساسی دقیقا مادهش رعایت نشده و تطبیق نشده. به نظر شما رابطه معنادار بین نظام ریاستی متمرکز فعلی و باز تولید چرخه منازعه و شورشگری در افغانستان پس از 2001 وجود داره یا نه؟ و ای که رابطه معنادار بین نظام ریاستی متمرکز و نقض قانون اساسی
وجود داره یا نه؟ چون ما دیدگاه های در این زمینه داریم. اخیراً پژوهش از آقای صدر نشر شده که اونا نوعیت نظام سیاسی را پیوند داده با نقض قانون اساسی. پاسخ ما به هر دو سوال شما مثبت است. بله، من از نگاه نظری میخوام یک موضوع را مطرح بکنم، بعدم بیم به بخش های عملی که در سوال شما مطرح بود. ببینین، از نگاه نظری ما با جامعه متفاوت روبروستم در بحث انتخاب قانون اساسی. جامعه هستند که در روز جنگ نبوده و مرور زمان یک وضعیت متفاوت داشتن و قانون اساسی را انتخاب کردن و در طول تاریخ مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفتن. یک تجربه دیگه ما کشورهای پسا منازعه و پسا جنگ هستن، کشورهایی که در روز جنگ جریان داشته جامعه بین المللی مداخله کرده و به اثر مداخله جامعه بین المللی ما آمدیم یک قانون اساسی را انتخاب کردیم و هدفم از انتخاب قانون اساسی حرکت به طرف دموکراسی است. یعنی این مداخله معمولا یک مرحله گذار را در پی داشته، تصویب و تعدیل و اتخاذ یک قانون اساسی و رفتن به طرف تمرین مردم سالاری. در جامعه مانند افغانستان که هم گذشته تاریخی پرتلاطم دارد، شاهد جنگ درگیری بوده، یک جامعه متکثر است از نگاه قومی، شما 60 چند تا قوم دارین در اینجا، 60 چند تا زبان را دارین و تعداد اقوام در اینجا طبعا از میلیون بیشتر هستند و یک حضور قابل ملاحظه دارن. در چنین یک ساختار متنوع متکثر با نزاع‌ها و درگیری‌ها و همچنان یک تقسیم بندی جغرافیایی غیر مناسب که اقوام را در کشورهای دیگه تقسیم کرده، مثل نمونه پاکستان و افغانستان که برادرای پشتون در اونجا تقسیم شدن، در نمونه شمال افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان، در این تو یک فضا و وضعیتی بعد از تجربه جنگ ما نیازمند انتخاب یک قانون اساسی هستیم که با واقعیت‌های جامعه همخوانی داشته باشه. اگر همخوانی نداشته باشه، این هم در افزایش شورشگری سهم داره و همچنان در نقض یک قانونی که شما او را میخواین، یک قانون خوب است ولی انتخاب کردین در یک محل نامناسب. برای این کار چند گزینه وجود داره. یکی است که ما نمونه های جا افتاده بین المللی در نظر بگیریم که نظام ریاستی است، نظام شبه ریاستی است یا نظام پارلمانی، یا یک گزینه هایی در نمونه های پسا جنگ به عنوان طراحی و مهندسی قانون اساسی وجود داره. ما وضعیت موجود در نظر میگیریم، یک قانون اساسی را طراحی و دیزاین میکنیم که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. متاسفانه در نمونه افغانستان با ویژگی‌هایی که ما برشمردم، ما دچار یک مشکل هستیم. یک، تجربه تاریخی افغانستان در انتخاب یک نظام ریاستی متمرکز در نظر گرفته نشده. افغانستان ای تو یک نظام را در گذشته تجربه نکرده. ما نظام سلطنتی داشتیم، بعدم که مرحله دهه دموکراسی آغاز میشه ما یک سلطنتی پارلمانی داریم که در اونجا صدر اعظم هست، پارلمان هست و در زمانهای مختلف، حتی در زمان طالبان هم نوعی از نظام، نوعی از صدر اعظم در کابل حضور داره. طبعا در حکومت مجاهدین هم اون تجربه را داریم. ما آمدیم برخلاف تجربه تاریخی نمونه نظام ایالات متحده آمریکا را نسخه برداری کردیم، با حذف بخش فدرال که غیر متمرکز بودن در درون واحد ملی تمثیل میکنن و از گزینه مهندسی هم برای تطبیق وضعیت افغانستان با قانون اساسی استفاده نکرده. در یک جامعه پسا جنگ از نگاه علمی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، ما نیازمند هستیم که میزان برندگان را بالا ببریم و تعداد بازندگان را بسیار کاهش بدیم. یعنی قانون اساسی و نظام در مرحله پسا منازعه باید طور تنظیم شود که تعداد زیادی را زمینه مشارکتش در قدرت فراهم سازه و اونو خود برنده احساس بکنن، در ساختار ببینن، خود را بازنده نبینن. هر وقتی که شما در این تو یک معادله تعداد بازندگان را بیشتر بسازین، متاسفانه خود به خود به طرف بحران و
جنجال دعوت میکنین، یا مطالعات و تحقیقات نشان میده که وقتی یک نظام مناسب با وضعیت جامعه انتخاب نشود، پیامدهای منفی در پی می داشته باشد. استدلال من این بود که اگر در یک جامعه ای که ما دچار تنش، تنوع قومی و جنگ نباشیم، یا بحث منازعه قدرت بسیار خونین نباشه، و او جامعه از نگاه قومی یک ساختار واحد داشته باشه یا متشکل از یک قوم و یک تبار یا محدودتر باشه، طبعا بحث نوعیت نظام بسیار یک بحث جدی نیست. اگر یک جامعه از نگاه قومی و تباری طبعا دچار تنوع باشد، چندین گروه قومی و چندین جریان در حضور داشته باشند، در این حال ما شاهد یک تاریخ خونینی از منازعه بالای قدرت باشیم و در عین زمان وضعیت جغرافیایی جامعه هم متفاوت باشه، اینجاست که بحث انتخاب قانون اساسی و نوعیت نظام یک بحث جدی میشه. ما چند گزینه داریم در این انتخاب خود، یا ای که بریم نظام هایی را انتخاب بکنیم که اونا جا افتاده هستن در تجربه جهانی، یعنی نظام ریاستی را ما داریم، نظام شبه ریاستی و نظام پارلمانی، یا یک روی کرده که در اواخر در نمونه های بعد از منازعه بسیار به کار رفته، طراحی قانون اساسی است. ما وضعیت را میبینیم با توجه به شرایط یک جامعه، شرایط قومی، شرایط مذهبی، شرایط اقلیمی، یک نظام را انتخاب میکنیم که او کاربرد داشته باشه. در تجربه افغانستان متاسفانه وضعیت افغانستان، منازعه بالای قدرت، تنوع قومی که در افغانستان وجود داره و شرایطی که در اینجا حاکم بوده، به عنوان یک کشور در حال جنگ در نظر گرفته نشده. شما توجه دارین که انتخاب نظام در افغانستان بعد از مداخله جامعه جهانی برای تغییر حکومت یا حاکمیت طالبان شکل گرفت. جامعه جهانی قهرن مداخله کردن، نظامی را که در اینجا حاکم بود ساقط ساختن و ما رفتیم به طرف انتخاب قانون اساسی. در این نمونه پس و منازعه اصلی است که باید ما میزان مشارکت را بالا ببریم، موثریت حکومت باید بیشتر باشه، ارائه خدمات هم چون که آقای احمدزی به اشاره کردن باید فراگیرتر باشه، و در این حال طرفهای درگیر در جنگ احساس داشته باشند که در قدرت حضور دارند، صحیح هستند، اینا در جنگ دخیل بودن، نیروی نظامی دارند، حمایت منطقه‌ای قومی دارن، به هر حال در منازعه قدرت هستن، مثل که در افغانستان هنوزم نیروها حضور داره. اگر زمینه مشارکت اینا در قانون اساسی و در نظام به صورت دموکراتیک فراهم نشوه، ما باز تولید منازعه و باز تولید بحران را داریم. حالا با توجه به این که قانون اساسی در افغانستان خلاف واقعیت‌ها انتخاب شده، ما شاهد نقض قانون اساسی هم هستیم و شاهد یک تناقض و پارادوکس هم هستیم. قانون اساسی از یک نظام متمرکز حرف میزنه، اما در عمل ما شاهد یک غیر متمرکز نامکتوب هم در افغانستان هسته. افغانستان از نگاه تاریخی این روند را طی کرده، یعنی بسیار با یک ساختار استبدادی و متمرکز سر سازگاری نداشته، و در تجربه جهانی هم که ما فعلا حرکت میکنیم، تمرکز زدایی و یا اما قدرت سپاری برای مردم یک اصل است. در تجربه 20 سال گذشته افغانستان متاسفانه ما یک نوع دموکراسی داریم در مطالعات دموکراسی به نام دموکراسی اختیار سپاری. یک انتخابات شده، یک ائتلاف شکل گرفته، یک نفر قدرت را از طریق انتخاباتی که مشروعیتش هم همیشه زیر سوال بوده به دست آورده، و یک مجموعه بسیار کوچک برنده شدن، و این برنده همه چیز را در اختیار گرفتن و نمادی همه چیز در اختیار داشتن و انحصار شخص رئیس جمهور در ساختار نظام سیاسی افغانستان بوده. قوه قضاییه افغانستان، پارلمان افغانستان، نهادهای دموکراتیک جهمیتی نداشتن، حرف اول و اخیر رئیس جمهور و قصر ریاست جمهوری گفته، و این باعث بحران‌ها و جنجال‌ها و نزاع‌های فراوان متاسفانه شده. ائتلاف هایی هم که شکل گرفته ناقص بوده و شکننده. استدلال ما ایسته که ما برای حرکت به طرف دموکراسی و مردم سالاری که مبنای اتخاذ قانون اساسی و حرکت به طرف نظم را تشکیل میده، باید به موضوع احزاب سیاسی توجه کنه.
در 20 سال گذشته محفول مانده. اصل انتخابات را باید در نظر بگیریم و بحث مشارکت مردم را. نظر من این بوده که در افغانستان یک نظام پارلمانی غیر متمرکز میتونه پاسخگوی نیازها و وضعیت باشه و زمینه مشارکت سیاسی را هم بیشتر فراهم بکنه تا یک نظام متمرکز. میخوایم از آقای احمدزی بپرسم، در مبحث توزیع عمودی یا جغرافیای قدرت، در نظام فعلی قدرت در پایتخت کشور متمرکز است. ما ایره بر مبنای قانون اساسی میگیم، نه ای که در عمل چی میگذره، آنچه میگذره نه، به آنچه که در قانون اساسی به او اشاره شده. در مقابل این نوع تمرکز گرایی الگوهای بدیل همچون فدرالی یا توزیع قدرت در سطح محلی مطرح است، چون هر از گاه جریان ها و نیروهای سیاسی به او اشاره کرده. به نظر شما یا توزیع محلی قدرت میتواند راه حل منازعه افغانستان باشد؟ چون اخیراً یکی از طرح‌هایی که در رابطه با او صحبت میشه همین طرح توزیع محلی قدرت در حزب جنبش ملی طرحشان همی بود و برخی جریان های دیگه هم طرح‌هایی داشتن به این زمینه. جناب رفیز، ما یک کم نظر متفاوت دارم نسبت که دکتر صاحب ذکر کردن، طرز حکومتداری و طرز نظام سیاسی افغانستان. نظر من این است که ما فکر کنم بهتر خواهد بود اگر ادارات محلی توانمند شوند، نه از اینکه قدرت به شکل تقسیم شود که بر اساس علایق و سلیقه های رهبران سیاسی باشد، که متاسفانه فعلا رهبران سیاسی افغانستان به شکل اصلیش از ضرورت های مردم عادی نمایندگی نمیتونند، که یکی از مشکل اساسی ما کمبود احزاب سیاسی قسمت دکتر سهم ذکر کرده است. چون که احزاب سیاسی ملی که بتواند نظرات مردم بر پالیسی ساختن در حکومت نشان بدهد کم است و نداره. تمام احزاب را که داریم متاسفانه یا شکل قومی گرفته و یا منطقوی گرفته، که همیشه تنها فامیل های خرد و ریزه که بسیار محدود هستند حاکم خود امو احزاب هستند. اگر از اقدار و ارزش های دموکراتیک ذکر کنیم، هیچ نمونه دموکراتیک حزبی نداره. هیچ حزبی که فعلا در افغانستان ما داریم دموکراتیک نیست، همیشه استبدادی است. هر حزبی که شما نام بگیرید، پدر که رئیس حزب بود مرد، بچهش رئیس حزب میشه، خودش کنگره احزابش بر اساس اصول دموکراتیک انتخاب نشده به تصمیم رهبری. او یک مشکل دیگه است که نمایندگی از قشر مردم بکردن. اگر از تحلیل قدرت بگیریم که چطور مشکلات مردم عادی حل شود، من فکر کنم نبود یک سیستم غیر متمرکز فعلا در افغانستان یکی مشکلات هست، اما مشکل عمده نیست که باعث منازعه در افغانستان شده. دلایل بیشتری وجود دارد که منازعه بزرگ افغانستان فعلا مجادله و جنگ با طالبان است، که منشأ از دلایل دیگه میگیرد، که دلایل منطقوی داره، دلایل سیاسی منطقوی هم داره، که حمایت کنندگان کشورهای مختلف داخل هستند. بدون شک است، جای شک نیست که بعضی مشکلات محلی منشأ از این دلیل میگیرد که مردم در حکومت خود نمیبینن، عکس خود نمیبینن، دی جای شک نیست هست. من فکر کنم راه بهتر از حل منازعات محلی، نه منازعات ملی را میگم، این باشه که قدرت تصمیم گذاری محلی به دست محل داده شود و به شکل شفاف باشد. سوال بزرگ دیگه ایجاد میشه که آیا برای حفظ شفافیت و حفظ تطبیق قانون کدام قوه دیگر باید موجود باشه یا خیر؟ اگر این قوه موجود نباشه، این قوه تصمیم گیری بر جنگ سالار و آدم قوی منطقه در دست از او مفته، که بازم ضرر میرسانه به مردم عادی. متاسفانه حالت فعلی در افغانستان دارد. اگر سابقه حکومت داری افغانستان ببینیم، در زمان شاهان افغانستان هم با وجود که شاهای مستبد داشتیم، تطبیق قدرت غیر متمرکز بود. تکنولوژی وجود نداشت که شاه حاکم منطقه را زنگ میزد هر چی که من میگم باید عملی شود. جمهوری اوایدم غیر متمرکز بود و شاه در زمان
معلوم خود میره فواید خود جمع کرد، چون که نیاز جغرافیا و نیاز شکلگیری خود افغانستان بود که باید قدرت به شکل غیر متمرکز باشه. ما فکر میکنم مشکل بزرگ فعلی ما است که قانون موجودی فعلی که در افغانستان داریم به شکل اصلی تطبیق نشده و اداره موجود نیست که از تطبیق کردن اصلیش به شکل شفافش به شکل که توجیه داده شده در قانون اساسی از او نگرانی کنه و ببینه که آیا قانون به شکل اصلی تطبیق میشه. خیر، پس میگردم به مثالی که قبلا گفتم، مثلا شاروالی ها باید انتخابی باشه. تا بالا هیچ شاروالی انتخابی نداریم. وقتی که ما از انتخاب نمودن خدمات ملکی به شکل محلی ذکر میکنیم، برمیگرده که چطور میتونیم ما مشکل مردم در اصلش درک کنیم و رای حل اصلی که در کابل نه بلکه در محل دیزاین شده باشه، طرح‌ریزی شده باشه، او رو برای پیشنهاد کنیم. نداره. ما از یک چیز بسیار حراس دارم که هر زمان که ما قانون افغانستان 10 سال بعد 15 سال بعد از سر بگیریم، امو استبیلیتی که در از لحاظ انگلیسی سوال می شود، پایداری نظام از بین میره و افغانستان پس دوباره با تجربه های نظام های مختلف برکرده. 40 سال میشه این نظام ها رو ما همیشه تبدیل کردیم، از زمان انتخاب آمدن داوود خان تا به حال هر 5 سال بعد هر 10 سال بعد نظام رو ما تغییر دادیم. پرسش ما همیست، برمی کردیم به می پرسش قبلیم. دقیقاً شما گفتین که قدرت تقسیم نشه در نهادهای محلی چون راه حل نیست، ممکن در اختیار مثلا کسای قرار بگیره که ما در ادبیات امروزی از تکه‌دارای قومی یا اینا استفاده میکنیم دوبارهشون، ولی نهادهای محلی گفتین توانمند شد. شما چگونه مثلا نهادهای محلی را توانمند میتونین در حالی که اونا به لحاظ ساختاری یا به لحاظ قانونی هیچ نوع صلاحیتی را چی در عرصه نظامی سیاسی و مالی ندارن؟ به طور مثال من خواهیم از آقای رحیمی بپرسم، در صورت که نوعیت ساختار توزیع قدرت تعدیل نشوه در قالب نظام کنونی، آیا امکان داره که همطور که آقای احمدزاده اشاره کرد نهادهای محلی تقویت شوه و اینا بتونه مثلا کارهای کارشوایی که برای زنا در نظر گرفته شده تطبیق کنن؟ من میخوام به دو تا موضوع اشاره بکنم. یک، در مباحث علمی آقای احمد زاید من به این موضوع واقف هستن. در تحقیقاتی که در حوزه کاربرد نظام ها برای تقویت و تحکیم دموکراسی و مهار جنگ در نمونه های کشورهای پسا جنگ صورت گرفته، ما یک اجماع یا اتفاق نظر دانشمندان داریم که نظام ریاستی متاسفانه در این نمونه ها برای تحکیم دموکراسی و مهار جنگ بسیار کارا نبود، برخلاف نظام‌های پارلمانی مؤثریت بیشتر داشتند. انتخاب نظام‌های ریاستی در نمونه‌های آمریکای لاتین، آفریقا و حتی آسیا منجر به استبداد و تکروی شد. مطالعات بسیار گسترده‌ای در این حوزه وجود داره و این به عنوان یکی از اجماع‌های و اتفاق نظرهای کلی در حوزه مطالعات دموکراسی به رسمیت میشناسه دانشمندان. حتی در این نمونه ایالات متحده آمریکا هم در نظام ریاستی در دوران آقای ترامپ ما شاهد یک تحولات دگرگونی هایی بودیم که بالاخره همه با کیف و چون از او آگاهی و اطلاع دارن که از یک نظام متمرکز چی اتفاقات بیرون آمد. من نقطه را که بفهم توجه شما را و آقای احمد صاحب را جلب کنم ایسته که در جامعه مثل افغانستان که نهادهای دموکراتیک بر مهار قدرت مثل نمونه امریکا بسیار و بلوغ نرسیدن، جامعه مدنی و مسئله چک و بالانس در یک حد نیسته که قدرت را مهار بکنه و کنترل بکنه، وقتی که نظام ریاستی میشه و ما به طرف انحصار قدرت در یک شخص میریم، در یک فرد میریم، این ساختار بیشتر منتهی به یک نظام پاتریمونیال میشه. ما یک نظام نیو پاتریمونیالیسم که در علوم سیاسی جا افتاده است یا نظام ارباب رعیتی جدید را
شاهد می باشیم که در این ساختارها طبعا مالیات وجود نداره، بیشتر کشور متکی به کمک های بین المللی است و بر مردم پاسخگو نیست. یک جمع میاین قدرت را در انحصار خود می داشته باشن، اینا کمک های بین المللی را در اختیار می گیرن و قدرت توزیع ثروت بیرون آمده و قدرت تعیین و مقرری را اینا در اختیار دارن. ما در نمونه افغانستان در ریاست جمهوری هم این مجموعه را داریم که یک مجموعه بسیار کوچک هستن، در زمان آقای کرزی هم چنین بوده و فعلا هم هست، و در عین حال قدرت انحصار بر درآمدهای مالی، بر قدرت سیاسی، اداری و مالی هم در اختیار همی جمع است. نتیجه چه میشه؟ اینا در سراسر افغانستان و در درون پایتخت افغانستان دست به چی میزنن؟ به تعیین افراد و چهره‌هایی که مربوط ایناست و نتیجهش اونمو نظام نیو پاتریمونیالی هست که تعریف بسیار مشخصی داره، جا افتاده است و کارا نیست متاسفانه. ما این تجربه تلخ را داشتیم. راههایی که چگونه ما میتونیم این تغییر بیاریم غیر متمرکز شدن سیاسی، اداری و مالی را، طبعا این بحث ما در لحظات مطرح میکنیم که بار دیگه بحث تغییر نظام در افغانستان مطرح است. ما با آقای احمدزی موافق هستم که افغانستان را ما نباید به یک لابراتوار تغییر نظام ها تبدیل بکنیم. ما اگر بحث تغییر نظام را مطرح کردیم، تبدیل از مجراهایی که در قانون اساسی پیشبینی شده مطرح کردیم که نیازها و واقعیت های جامعه در نظر گرفته شده و به اساس زوی تعدیل هایی در قانون اساسی بیاید. حالا بحث مذاکره با طالبان و بحث اتخاذ یک نظام نو، اگر احیانا چنین اتفاق شکل میگیره، ما باید اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. ساختار سیاسی باید تغییر بکنه که زمینه غیر متمرکز شدن و صلاحیت ها و توانمندسازی واحد های اداری در سراسر افغانستان فراهم شود. ما میتونیم شورای ولایتی را توانمند بسازیم، شورای ولسوالی را توانمند بسازیم، ما میتونیم والی ها را توانمند بسازیم، ولس والی ها را توانمند بسازیم و یک مجموعه از صلاحیت های تعریف شده برای اینا انتقال پیدا بکنه که اینا بتونن در حوزه مختلف تصمیم بگیرن. و یک روند جانی هم هست، یعنی در تمام نظام های دموکراتیک و پیشرفته قدرت به صورت طبیعی به سطوح پایین انتقال داده شده، تفویض شده تا اونا بتونن خدماتی داری و تصمیم گیری ها را به صورت درست اتخاذ کنند. آقای رحیمی، پرسش دیگه ای که ما میخواییم به او بپردازیم، به لحاظ کار کرده یا توزیع افقی قدرت در نقد این تمرکزگرایی، طرح بدیل تقسیم افقی قدرت در قالب نظام پارلمانی و صدراعظمی مطرح است. توزیع قدرت در کابل، در پایتخت. به نظر شما نظام پارلمانی یا صدراعظمی مسئله مشارکت قومی را در قدرت حل خواهد کرد؟ چون ما در افغانستان یکی از مشکلات اساسی مشکل مشارکت قومی است. نظام پارلمانی این مشکل را حل خواهد کرد که شما از او همواره دفاع کردین؟ ببینید، یکی از مشکلات ها بحث قومی و مشارکت قومی است. در کوتاه مدتی به عنوان یک مشکل جدی مطرح است که باید برای یک راه حل پیدا بکنیم. حتی در نظام فعلی هم ما شاهد تقسیم بندی فیصدی ها در ادارات دولتی، در ساختار اردوی ملی، در تقسیم بندی قدرت هستیم که به نحوی از آنها اصل به رسمیت میشناسه. اما در دراز مدت، در یک چشمانداز طویل، ما باید بریم به طرف حقوق شهروندی، به طرف تبدیل شدن به یک ملت و از چسبیدن به مقوله های قومی عبور بکنه. هر دو مسئله در یک نظام صدارتی رای حل بود. در یک نظام صدارتی هم زمینه مشارکت در به صورت افقی در مرکز فراهم میشه و هم در اطراف، در پیرامون. ما در ساختار نظام پارلمانی صدارتی زمینه ائتلاف های کلان را داریم. اصل برنده همه چیز به دست میاره منتفی میشه، یعنی در انتخابات اگه یک نفر قدرت را انتخابات را برد، انتخابات هم متاسفانه تمام با تقلب و جنجال های زیاد بوده،
او دیگه نمیتونه همه قدرت را به دست بگیره. اینا باید حزب تشکیل بدن، رأی لازم مردم داشته باشن، در پارلمان باید اکثریت داشته باشن و اگر نتونستن کار بکنن به رأی عدم اعتماد در درون پارلمان روبرو میشن و این زمینه تغییر و ائتلاف‌های مجدد را فراهم میکنه. در صورتی که در نظام ریاستی فعلی اگر ما یک نفر رئیس جمهور انتخاب بکنیم و بعداً متوجه شیم که کارایی درست نداره، متأسفانه نمیتونیم تغییر بدیم. اینو از طریق تو راه پیچیده استهزا که تقریبا ناممکن به نظر میرسه. و در نمونه پسا منازعه موضوعی که شما اشاره کردین از نظر من یک اصل بسیار بسیار مهم است. ما چگونه تعداد برندگان را افزایش بدیم، چگونه میزان مشارکت بازیگرا را در مرحله بعد از جنگ فراهم بسازیم. حالا متاسفانه در افغانستان اونایی که در جنگ ها دخیل بودن، اونایی که ریشه های مبارزاتی دراز مدت و طویلی داشتن در منازعات افغانستان، حمایت حزبی قومی دارن، اکثرا از بازی قدرت بیرون ماندن. قدرت بیشتر به کسانی انتقال پیدا کرده که اونا از بیرون آمدن و با حمایت نیروها و قدرت های بین المللی فعلا قدرت در افغانستان در اختیار دارن. اگر حمایت بین المللی شما لحظه ای هم از اینا دور بکنین، من نه حضور از اینا را در کابل میبینم و نه هم در افغانستان. این مشکل بسیار جدی است. باید ما زمینه مشارکت را از راه های دموکراتیک طور فراهم بکنیم که هم تحکیم دموکراسی را قوام ببخشه و هم جنگ و خشونت را مهار بکنه. مردم در یک جامعه وقتی به جنگ و خشونت دست میبرن که نظام یا قانون اساسی زمینه مشارکت از اون فراهم نکنه. یکی از آسیب‌های نظام هم در افغانستان متاسفانه بحث قومی ساختن نظام بوده. من در مقاله‌ای که در مورد آسیب شناسی بحث تغییر نظام در افغانستان نوشتم به این پرداختم که ذهنیت طوری القا شده که یک نوع نظام در افغانستان با یک قوم خاص پیوند داره و متاسفانه این ما بتونم با استدلالی را غلط ثابت بسازم که چنین بحثی اصلا نیست. یک نظام غیر متمرکز به همه اقوام افغانستان مفید است و یک ساختار استبدادی به همه اقوام افغانستان مضر است. اگر ما در مرحله فعلی در انتخاب نظام بیشتر با عقلانیت، با تجربه و با آموختن از اشتباهاتی که در 20 سال گذشته داشتیم یک تصمیم درست بگیریم، طبعا ما را برای عبور از بحران کمک می‌کنیم. طبعا ما را برای عبور از بحران کمک. آقای رحمی، منظور از غیر متمرکز سازی قدرت یا نظام دقیقا منظور شما چیست؟ من میخوایم میره با یک طرح مسئله مطرح کنم. اگر قرار باشد در سطح عمودی یا توزیع جغرافیای قدرت ما تمرکز زدایی کنیم، این امکانش در نظام ریاستی فعلی هم هست. به طور مثال شوراهای ولایتی صلاحیت بیشتر داده شده، والی ها انتخاب شده، شاروالی ها و اینا، که میتونیم ما نظام ریاستی داشته باشیم اما غیر متمرکز. و سوی دیگر ما اگر قرار باشد مثلا به لحاظ افقی در نظام پارلمانی هم در شرایط کنونی به لحاظ بافت قومی افغانستان امکان متمرکز بودن را پیدا میکنه، یعنی ظرفیت تمرکز قدرت داره. به طور مثال ما بافت قومی افغانستان یک واقعیت هست، مثلا پشتون ها، تاجیک ها، هزار ها، ازبک ها و اقوام دیگر. به طور مثال اگر رئیس جمهور از یک قوم بشه به طور اوتومات مثلا رئیس پارلمان از یک صدر اعظم از یک قوم قرار میگیره و اقوام دیگه عملا اوتومات از بدنه قدرت به طور سیستماتیک محروم میشه و این زمینه تمرکز قدرت بیشتر فراهم میکنه. این پارادوکس چگونه قابل حل به نظر شما؟ من فرضیه را میپذیرم که در یک ساختار نظام ریاستی هم ما میتونیم قدرت را در محلات غیر متمرکز بسازیم. این زمینه وجود دارد. اما بحث من در بحث نوعیت نظام است. این دو تا فلسفه متفاوت دارد. شما وقتی از نظام پارلمانی مثلا در نمونه بریتانیا صحبت میکنه،
و از نظام ریاستی در نمونه ایالات متحده آمریکا ما از دو فلسفه متفاوت حرف میزنیم. وقتی ما فرضیه تطبیق یک نظام پارلمانی غیر متمرکز را در افغانستان مطرح میکنم، هدفم بیشتر نظام پارلمانی با تعریفی که از این نظام وجود داره هست. در این ساختار مشروعیت یک مرحله است، مردم یک بار رای میتن، پارلمان انتخاب میکنن و قوه اجرایی از بطن پارلمان ظهور میکنه و در برابر پارلمان پاسخگوست. رئیس دولت در اینجا یک نماد، یک سمت سمبولیک است و از تداوم دولت نمایندگی میکنه و به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب نمیشه، برخلاف نظام ریاستی که ما مشروعیت را دو مرحله ای داریم، مردم اراده مردم در دو انتخابات جداگانه برای اعضای مجلسین و همچنان برای رئیس جمهور تبلور پیدا میکنن و اینا هیچ دیگه خود نمیتونن برطرف یا منحل بکنن که یه ویژگی خاص خود داره. در نظام پارلمانی که من از او صحبت میکنم و دفاع میکنم، زمینه تمرکز قدرت کمتر است. ما با شما موافق هستم که احتمال تمرکز قدرت و انحصار وجود داره اگر آدم در هر نظام عاقلانه برخورد نکنه، ولی این زمینه در یک نظام پارلمانی کمتر وجود داره، چون تمام اقوام نماینده های خود را در پارلمان دارن. اینا میتونن در انتخاب، در حضور در حکومت نقش داشته باشن، در ائتلاف ها سهیم شوند و حضور خود را مسجل بسازن. دو، در سطح محلی اینا میتونن در انتخاب مسئولین و در حل مشکلات محلیشان خود تصمیم بگیرن، اختصاص بودجه در بخش آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، در بخش خدمات عمومی اینا و پروژه های عمرانی و توسعه‌ای، اینا میتونن خودشان تصمیم بگیرن و اتکایشان به حکومت مرکزی و تصمیم یک نفر در مرکز حتی در تعیین یک معلم کاهش پیدا کنه. درست. آقای احمدزی، یکی از مشکلات اصلی افغانستان هماره، البته در دوران پسین حداقل در این چند سال، مسئله مشارکت قومی بوده. شما دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ من فکر نکردم از نظر من مشکل بزرگی است که به حیث یک جامعه وقتی که مردم و حکومت قرارداد را با پیمان ببستن، اوی است که قانون اساسی موجود داشته باشن و نخبگان اساسی و جامعه از این انحراف میکنن و او قانون نمیپذیره به اساس دلایل شخصی و سیاسی که مختلف دارن، بدون کدام شک جامعه دچار تشنج میشه. افغانستان فعلی دستان از این حالت با این حالت رو برست. یک قرارداد بین مردم افغانستان و قوه اجرایی موجود داره به شکل قانون اساسی که از طریق لوی جرگه قبلی تصویب شده، اما باز هم اشخاص و افراد مختلف سیاسی که کارت هویت نژادی و قومی از هر قومی که باشد، پشتون باشد، دارا باشد، تاجیک باشد، ازبک باشد، او رو بیرق بلند کرده با اساس منفعت های حزبی خود و شخصی خود دعوا میکنند که نمایندگی ما در این حکومت یا در این چوکات کم است. این دعواهای مختلفی است که پشتون ها و تاجیک ها و هزاره ها و ازبک ها و تمام اقوام نخبگان این اقوام ایراد ذکر کردن. اما در عمل اگر ببینیم، حکومت فعلی یا قبلی که بوده از تمام اقوام نمایندگی کرده، خدمات که بر اقوام مختلف رسیده معلوم است کدام قوم، کدام منطقه، کدام جای چقدر منفعت گرفته از نظام فعلی، او واضح است. من فکر میکنم بدون روزی که ما بحث کنیم که نخبگان سیاسی که در شکل اصلی خود نمایندگی از مردم خودم نمیتونه، چون که با لحاظ دموکراتیک اونا هم از مردم خود انتخاب نشدن، از بطن مردم نبرآمدن، زاده جنگ ها هستن متاسفانه و قدرت انحصار کردن به شکل حزبی و شکل خردش که مشکل بزرگتر هم است. نمایندگی کردن نمیتونن که این یک نفر یک قشر جامعه افغانستان در حکومت نمایندگی صحیح داشته باشه. باید ابعاد عملی حکومت داری رو هم ببینیم، کدام قشر مردم منفعت بزرگ از این خدمات فعلی حکومت گرفته یا شرکتشان به شکل گسترده در افغانستان در حکومت فعلی است. اگر
حکومت فعلی ببینیم، معاونین و یا بعض رؤسا و وزرا را که ببینیم، هر وقت که یک نفر به منصب اعلی تعیین شده، تمام اراکین دولتی امو اداره از یک گروه میاد. مشکل بسیار بزرگ است، نمایندگی نمیکنه از تمام قشر جامعه. مثلا واضح بگم، در شوکات معاونین ریاست جمهوری، یکی از دفاتر معاونین ریاست جمهوری تنها از یک حزب نمایندگی میکنه. نام نمیگیرم، شما شاید بهتر بفهمید. و یا وزرایی که وقتی تبدیل میشن، تمام کارمندای وزارت تبدیل میشن که نزدیک به وزیر باشن. وقتی که ما نخبگان سیاسی ما این قرارداد نپذیرن، اونا مشکل ایجاد میکنن بین مردم و حکومت. اون نخبه سیاسی اگر رئیس جمهور باشد و یا رئیس کدام حزب باشد، مشکل ایجاد میکنن که یک مشکل بزرگ فعلی است. این نخبگان سیاسی ما به شکل اصلیش نمایندگی از تمام اقشار افغانستان کردن کنند. مشکل بزرگی است. طالبان و بعضی از مردم در ولایت که طالبان در او فعالیت دارند، یکنه شکایت بزرگ دارند که ما در حکومت فعلی نماینده نداریم و یا عکس خود نمیبینیم. این مشه میگیره که در زمان که کنفرانس بن بود که نتیجه حکومت فعلی و نظام فعلی داریم، باید فیصله طور میشد که در زمان گروه شکست خورده طالبان هم به دور میز موجود بود، اما روحیه سیاسی و نظامی مساعد نبود که گروه طالبان به شکل گروه سیاسی در اون زمان بپذیرند. او حالت مختلف بود. حالا حالت مساعد شد که تمام گروه ها به شمول طالبان، تمام گروه های قومی و نژادی که در افغانستان وجود داشت، چطور در حکومت فعلی خود عکس کردن. اولا باید ما بپذیریم که قانون فعلی که در افغانستان رایج هستند عمل شدن، این رو باید بپذیریم. وقتی که از ابتدا این رو ما نمیپذیریم، راه تطبیق قانون هم مسدود میکنه و ایرارا که مسدود کردیم از مزایای قانون هم نمیفهمه. مشکلات هر قانون مشکل داشته باشه، اگر هر سیستم مشکل داشته باشه، اگر ریاستی فعلی باشه و یا پارلمانی باشه، هر جامعه به شکل ضرورت خود قانون خود انتخاب میکنه و وزارت شکل ایفای وزارت میشد باز عملی میشد. مثلا شبه پارلمانی یا مکمل پارلمانی باشد، کشورهای مختلف در جهان موجود است که در یک سال دو سه بار انتخابات کرده اما حکومت موجود ندارد. مثلا اسرائیل یا ایتالیا مثالهای بزرگشان است. اما یک نهاد است که تمام نظام حاکم نگه داشته و از تخریب نظام جلوگیری کرده. فعلا ما در افغانستان ضرورت به آن گونه نهاد داریم که از تخریب نهاد عمومی، از بستری که در او ما بحث های پارلمانی و غیر پارلمانی رو میکنیم، از این حفاظت کنه. وقتی که این نهاد موجود نباشه، حکومت پارلمانی و غیر پارلمانی هیچ اثرگذار نیست. مدیریت قدرت ناکام بوده و حالا که طالبا هم این نظام را نمیپذیرن، گروه های مختلف سیاسی و قومی هم نقد برید دارن، آیا باز هم تاکید بر این مشکل را حل خواهد کرد در این نظام، یا نه که این نظام اگر قرار باشد تعدیل شود، چگونه باید تعدیل شود که زمینه مشارکت طالبا و اقوام مختلف و گروه های سیاسی مختلف را هم فراهم کنه و در این حال این نابسامانه ها را هم از بین ببره؟ چی نوع تعدیل باید در این نظام بیاید؟ من فکر میکنم من تاکید به نظام فعلی از این خاطر دارم که ما یک مؤسسه یک نهاد نداریم که زمینه را مساعد بسازد تا تعدیلات که ما از او ذکر میکردیم که در شکلات قانون اساسی فعلی تعدیلات و تغییرات مختلف باید بیا، او را حفظ بتان. ما از او نهاد نداریم، ما از او مؤسسه نداریم. حکومت فعلی باید او نهاد داشته باشد، یک ظرفیت داشته باشد که یک بستر مساعد را بر آوردن تغییرات بسازد. وقتی که یک جامعه یک بستر مساعد نداشته باشد، هر گونه تغییری که بیارن باعث تشنج میشه، نه باعث تسلسل نظام. وقتی که این نهاد نداشته باشیم، مشکل است که نظام پارلمانی هم داشته باشیم، صدر اعظم باز هم مشکل به صدر اعظم و رئیس جمهور است پیدا میشه. مثل 6 سال گذشته افغانستان حکومت از لحاظ اصلاحات آمد و سر داشتیم، متاسفانه نه رئیس اجرایی اختیار داشت و نه رئیس جمهور اختیار داشت و آسیبش به کی رسید؟ مردم افغانستان. اختلافات به شکل پیدا شد که حکومت تقریبا فلج شد در 6 سال گذشته، یا شکل فعلی شد ببینیم که با دور کردن یک وزیر هم ما مشکل بزرگ، یک خطر بزرگ بر نهاد حکومت مواجه میشه. حکومت تقریبا باعث تشنج میشه و با تشنج رو میشه و حتی از بند بردن حکومت هم دور از امکان نیست.
که ببینیم وقتی که این قوت نداشته باشه در حکومت، وقتی که یک ظرفیت تطبیق قانون نداشته باشیم و اینو نپذیریم که ظرفیت ما قوی بسازیم، هیچ نظام هیچ بدیل نداشته باشیم. اگر او امارت باشه، اگر او جمهوریت باشه و اگر او ریاست جمهوری باشه یا صدر اعظم باشه، پارلمانی باشه، ما باید فکر کنم از نظر ما این است که این ظرفیت حکومت داری یک بستر مساعد برای تغییرات باید مساعد بسازیم و این بستر به شکل مساعدش نمیتونه که ما قانونهای فعلی اصلا خود تطبیق کنیم. این قانونهای فعلی رو هیچ ما تطبیق نکردیم، از مزایز خبر نداریم. قبل از اینکه مزایز خبر شه ما او رو میخوایم که تغییر بدیم، او تجربه هیچ تکرار نکردیم. از سال که 2004 وقتی که قانون اساسی افغانستان تطبیق شد، قانون افغانستان به صدها بار نقض شد از طرف تمام مردم که تصویب کرده بودند. این معنی زیر داره که اونا در اصل قانون نپذیرفتن با اساس منفعت های شخصی و حزبی خود، پس نه با اساس مردمی که اونا از ما نمایندگی میکنن. این مشکل بزرگ ما. آقای رحیمی، وقتی مردم این قانون اساسی را نپذیرفتن و بنابرای تلاش کردن این را نقض کنن، از سوی دیگر این قانون میکانیزم های را هم میکانیزم های قوی را پیش بینی نکرده بود که زمینه تطبیق خودش را فراهم کنه. امروز طالبا هم حداقل تا هنوز گفتن که نظم را نمیپذیرن. با همه اینها در و طرح پیشنهادی که اخیراً وزارت خارجه آمریکا ارائه کردن و نشست ترکیه‌ای که در پیش است که بر اساس قرائن قرار است روی آینده نظام سیاسی هم صحبت شوه، چی نوع نظامی میتونه در افغانستان زمینه مشارکت قومی ای را فراهم کنه و در این حال این نابسامانی ها را رفع کنه و طالبا را هم شریکی در قدرت کنه؟ چی نوع نظام میتونه نظامی ایدئال باشه؟ در قدم نخست میخوایم تاکید بکنم که مردم افغانستان قانون اساسی رو نقض نکردن، مردم از قانون حمایت کردن و این حکومت بوده که قانون اساسی رو در جای نقض کردن، جایی که به نفع حکومت و به نفع قدرت بوده عملی ساختن و جایی که به نفع قدرت نبوده به هر دلیل عملی نساختن. شاید نمونه های بارزش انتخابات شورای ولسوالی ها و انتخاب شهردارا یا نمونه های دیگه باشه، تا هنوز متاسفانه عملی نشد. مواردی را که آقای احمدزی به اشاره کردن، تناقض هایی که وجود داره، اینا خودشان دلایل بسیار واضح و آشکار به عدم کارایی نظام فعلی هستند. ما چرا رفتیم به طرف شکل گیری حکومت وحدت ملی؟ یا حالا فعلا چرا در نوعی از یک حکومت ائتلافی به سر میبره؟ دلیلش ایست که ساختار فعلی زمینه مشارکت سیاسی را به صورت عادلانه و متوازن فراهم کرده نتانسته. ما به دلیلی که ساختار سیاسی زمینه مشارکت را فراهم نمیکنه طرف بحران رفت. اگر یک نظام پارلمانی می داشتیم شاید وضعیت طوری دیگه می بود. حالا در ساختار انحصاری فعلی، چون امضا یک نفر در ساختار قدرت رسمیت داره، گاهی بدون در نظر داشت توافق نامه ها و تعهدات و مسائل ملی عمل می کنه و این باعث تشنج و بحران می شه و کسایی که خود را زی حق می دانند، نماینده مردم می دانند، مشروعیت دارند و باید در جای حضور داشته باشند، کنار زده می شود. اینا نشان می ده که ساختار فعلی زمینه مشارکت سیاسی را در یک نمونه پسا منازعه فراهم نکرده، خدمات را به او طوری که لازم است بر مردم رسانیده نتانسته، به او اساس میزان نارضایتی ها در حال افزایش است که شما به بخش از اون اشاره کرده. پیشنهاد من ایسته که یا رای بیرون رفت از بحران ایسته که ما با درس هایی که در 20 سال گذشته، نقص هایی که صورت گرفته، از اینا باید درس بگیریم و به طرف یک ساختاری بدیم که هم مشارکت سیاسی را تصمیم بکنه، هم رضایت مردم فراهم بسازه و هم زمینه ارائه خدمات را. حالا برای رفتن به این طرف طرحی در حال شکل گیری است. حکومت افغانستان حرف و حدیث هایی داشته، جریان های سیاسی دیدگاه ها و طرحهای مدون خود را مطرح کردن و کمیسیون
تحت رهبری شورای عالی مصالحه ملی در حال توحیدی دیدگاه است که در بحث‌های بعدی بتوانه مطرح شود. و طبعا ما یک طرف قضیه هستیم، طرف قضیه دیگه طالبان هم هستند در مذاکرات، در بحث و مذاکره با هم بتانیم روی یک مکانیزم توافق بکنیم که او مباحث را که شما مطرح کردین برای از اونها یک پاسخ درست و حسابی دارد. تشکر از شما آقای احمدزی و آقای رحیمی که در این گفتگو شرکت کردین.